دوستان و عزیزان، خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون. با تشکر از Bridge to Success، پلی به موفقیت، مؤسسه ای که در خدمت بشریت هستند و برای ما این برنامه های بی نظیر رو میذارن. همگی خوش آمدید. امروز قسمت سوم برنامه مهارت های ارتباطی و روابط انسانی رو صحبت می کنیم. در دو جلسه قبل صحبت کردیم که در مرحله ای که دیگری مسئله داشته باشه، مشکلی داشته باشه، از کار کرد افتاده باشه، ما چه خدماتی میتونیم انجام بدیم؟ از مهارت‌های کمکیمون استفاده میکنیم که کمک این شخص، این عزیز بکنیم که خودش مسئله خودش رو حل کنه. در نتیجه هر دو پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم و رابطه هم رشد میکنه و سالم تر میشه. در مرحله‌ای که مسئله تو زندگی وجود نداره، همه راحت هستن، در اون لحظه مشکلی که چرخ زندگیشون رو متوقف کنه وجود نداره، در مورد اون و مهارت‌های لازم اون، مهارت‌های ابراز وجود و احقاق حق صحبت کردیم و امروز با اجازتون میریم در باره نواحی از زندگی که خود من مشکلی دارم، مسئله دارم، صدی راه جلوی راه زندگیم هست، در مورد اون صحبت کنیم. همونطور که خدمتتون قبلا عرض کردم، برای هر مرحله زندگی و هر مسئله‌ای که زندگی میاره، ما در مغزمون دنبال مهارت‌های خاص اون مسئله می‌گردیم و از اونها استفاده می‌کنیم. مثل اینکه یه جعبه ابزار داریم، نگاه می‌کنیم ببینیم برای این مسئله که امروز دنیا برام پیش آورده چه ابزاری رو باید استفاده بکنم، کدوم آچار به درد مسئله امروز می‌خوره. فرضاً در هر مرحله‌ای هم که صحبت کردیم، از آسان‌ترین راه حل تقریبا رفته رفته به طرف مشکل تر رفتیم. دو تا راه حل، دو تا تکنیک و وسیله کار برای مرحله اول، دو تا برای مرحله دوم. و امروز در موقعیت هایی که خودم در زندگی از عمل کرد افتاده باشم، چهار راه چاره، چهار مرحله خدمتتون عرض می کنم. چون خودم مالک مشکل هستم، به زبانی که چند جلسه است با هم تمرین کردیم، چون خودم مالک مشکل هستم، از مهارت‌های حل مشکل و مسئله استفاده می‌کنم و هدف این هستش که خودم بتونم مسائل خودم رو حل کنم. همونطور که در مرحله اول از مهارت‌های کمکی استفاده کردیم تا به دیگری کمک بکنیم که خودش مشکل خودش رو حل بکنه، اینجا چون مشکل مال خود من هست، من مالکش هستم، به کلام علمی از مهارت‌های حل مشکل و مسئله استفاده می‌کنم که خودم بتونم مشکل خودم رو حل بکنم. و این هم تمام منافعی که مزایایی که اون مرحله اول خدمتتون ذکر کردم، همه در این مرحله سوم هم هستن. اون موقع کمک به دیگری کردم، امروز دارم کمک به خودم میکنم، ولی ابزار کار متفاوته. یه جا کمک میکنم، یه جا حل مشکل میکنم. خب عزیزان، وقتی من در زندگی احتیاج برآورده نشده ای دارم، میخوام کاری انجام بدم، حرکتی بکنم که سدی جلوی راهم هست، آسون ترین راهی که یک مسئله منو ناراحت میکنه حتی در زندگی، آسون ترین راهی که میتونم دنبال چاره بگردم این هست که در محیط تغییری ایجاد بکنم. همیشه در همه مراحل زندگی محیط رو تغییر دادن آسون تره، ساده تره و راه حل بسیار بهتری هست نسبت به این که من شخص رو تغییر بدم، حالا چه خودم و چه دیگری رو. بنابراین ایجاد تغییر و تعدیلی در محیط آسان‌ترین و بهترین راه چاره اول ما میشه. فرضاً شما اتاق رو تمیز کردین، افراد خانواده هی میرن تو حیات،
کفششون گلی میشه، خاکی میشه، هرچی برمیگردن میان تو اتاق و شما هی میبینین که این اتاق تمیز بوده، الان گرد و خاک اومده، گل اومده، آشغال اومده. خب دارن لذت میبرن، بازی میکنن، از حیات استفاده میکنن، شما هم که هر روز خونه رو تمیز میکنین، خب پس چه مسئله ای هست؟ اونا راحت هستن، ولی این مسئله که خونه تمیز میشه ولی مرتب گرد و خاک و آشغال و گل میاد توش، فرزن مثال غلیظ میگم که مسئله رو برسونم، این شما رو اذیت میکنه. قبل از اینکه به تغییر و تبدیلی در خودمون یا دیگران برسیم که اینجا ممکنه لازم باشه، میتونیم محیط رو تغییر بدیم. فرزن یه فرشی، موکت کوچیکی، چیزی جلوی دری که میره تو حیات میندازیم توی اتاق، میتونیم یه دونه موکتی، کارپتی، چیزی هم روی اون جلوی اون دری که وارد حیات شده بندازیم که مردم اتوماتیک پاشون رو دو جا پاک کنن تا برن یا بیان. فرزن یه راه چاره میتونه باشه که چند جفت دمپایی بذاریم توی حیات که اصلا با کفش کسی تو حیات نره، از توی اتاق بدون کفش وارد حیات میشن، دمپاییشون رو میپوشن، میرن بازی میکنن، میشینن لذت میبرن، برمیگردن که اون دمپایی رو در میارن، میان توی خونه، بنابراین لذتشون رو بردن ولی خونم کثیف نشده، اونا راحتن، شما راحتی. این هم مثالایی بود از تغییرات و تعدیل هایی که ما میتونیم در محیطمون ایجاد بکنیم که همونطور که متوجه شدین خیلی ساده تر و راحت تره. اگر که این رو انجام دادیم و کار نکرد، فرضاً اون دوتا موکت رو جلوی توی در و بیرون در انداختیم و این کار نکرد، فرضاً پاشون رو بنز کافی پاک نکردن، یا اون دمپایی رو گذاشتیم تو حیات و اینا یادشون رفت، هی با کفششون رفتن اومدن، به همم گفتیم من دمپایی گذاشتم که شما بپوشید، نشد، پا نکردن، دمپایی ها رو این ور اونور پرت کردن، یا گفتن با کفشم راحت ترم میخوام برم تو حیات، به هر دلیلی. این دوتا مثال راه چاره یا مثال های دیگر رو انجام دادین و کار نکرد. اگر کار نکرد یا اگر مثالی بود در زندگی که دیدین محیط رو به هیچ عنوان نمیتونین تغییر بدین، بعد به راه حل دوم میرسیم که تغییر و تعدیلی در خودمون ایجاد بکنیم. تغییر و تعدیلی که در خودمون ایجاد میکنیم یک شرط بزرگ داره که ما باید این تعدیلی باشه که بتونیم شخصا وجودن قلب و روحمون 100% باهاش راحت باشه. اگر 99% باهاش راحت باشم و اون 1% چند درصد کوچیک دارم خودم رو تحت فشار میذارم، این بعدن ناراحتی در زندگی ایجاد میکنه، باعث دلخوری و ناراحتی تو قلب من میشه و رو رابطه اثر میذاره، رو رفتارم اثر میذاره و این معمولا اگر 100% راحت نباشم راه چاره خوبی نیست. یک مثال میتونه این باشه که فرزن یک مثال زنده بهتون بدم عزیزان. من بچه اولم وقتی رفت مدرسه، خب خیلی عادی بود اینجا، طبیعی بود که توی یه مدرسه یه جعبه بزرگ ماسه هست، فرض بفرمایید یه جعبه 10 متری در 20 متری ماسه هست و این بچه ها میرن تو ماسه بازی میکنن علاوه بر خاک و چمن و اسباب بازی های دیگری که تو مدرسه هست. خب وقتی هم بارون میاد این ماسه خیس میشه، گل میشه، اگر بارون نیاد این ماسه پر از خاک و آشغاله، پشه میره توش، مگس میره توش، نمیدونم تمام این چیزهایی که به فکر این مادر جوون میرسه که این بچه کوچولو در تمیز گل و فرستاده مدرسه. من این بچه رو از مدرسه برمیداشتم، توی جورابش پر ماسه بود، توی کفشش پر ماسه بود، این لایه هایی که کف کفش هست تمام لاش پر ماسه بود، خدایا اینو چیکار کنم؟ بچه راحت بود، داشت عشق میکرد، ولی من با اون جعبه ماسه بزرگ نشده بودم، من تو همچین چیزی
بازی نکرده بودم، نمیدونستم این چه حالی داره. یکی دو بار سعی کردم بهش بگم که خب این به دلایلی که الان خدمتتون گفتم، این کثیفه، این خیسه، این گله، این نمیدونم چی چیه، تو این بازی نکن. بعد دیدم نه، اصلا این حرف من معنی نمیده. مثل که به یکی بگی بیدار شدی نفس نکش. همه بازی میکنن، میگن الان موقعشه که برین تو این، بچه هم همه میرن تو این بازی میکنن. بعد شروع کردم به این که خب کفشو بشورم، جورابو بشورم. باورتون نمیشه که حتی کفشا شسته میشد، میرفت تو ماشین رخشویی، میومد بیرون که این ماسه از تمام لایه‌هاش بیاد بیرون. اونو به جون و دل میکردم، ولی خب دیدم این راه چاره نیستش. بالاخره به این فکر رسیدم که اینجا شاید باید در خودم تعدیلی ایجاد بکنم. این جعبه ماسه هست، بچه هم همه بازی میکنن، من با این بزرگ نشدم، اشکالی نداره، دنیای امروز اینه، باید عادت کنم، باید قبول کنم، باید باهاش راحت باشم. وقتی که این مسئله و تو قلبم جنگیدن با این جعبه رو انداختم زمین، خیلی دنیام آرومتر شد، خیلی راحتتر شدم. حالا نهایت کاری که میکردم قبل از اینکه، البته اینو همه مادرها میکردن، قبل از اینکه در مدرسه این بچه بیاد تو ماشین بشینه، کفشاشون رو در میوردیم، میتکوندیم، تمام، باورتون نمیشه یه موقع به اندازه نیم کیلو ماسه از این کفش میریخت بیرون. همه معلم ها میگفتن تو هر کفشی یه پون ماسه هستش. اینا رو خالی میکردیم میشستن. خب بعد میومدن تو ماشین، تمام ماشین میشد پر ماسه و کثیف، ماشین بعد شسته میشد. بعدا به خودم گفتم خب بچه داری یعنی این؟ تو تا حالا بچه داری نکردی، همه چی تمیز بوده، مرتب بوده، مدل خودت بوده. تو عادت نداری؟ اب نداره، بچه ده عادت میکنه. تو اینو نمیدونی، نمیفهمی، ولی بچه ده از این لذت میبره. بنابراین با تعدیلی که در قلب و فکر خودم و رفتار خودم ایجاد کردم، این مسئله حل شد. دیگه نه برای من مسئله شد، نه برای بچه هم مسئله شد، و برای بچه دوم اصلا مسئله نشد. برای اینکه دیگه این شده بود یه چیز طبیعی، قسمتی از زندگی شده بود. البته خدمتون عرض کردم، مخصوصا تکرار میکنم که این باید 100% باهاش راحت باشیم که بتونیم همچین کاری انجام بدیم. من اگر این کار رو انجام میدادم، بعد میومدم خونه میخواستم رفته رفته عصبانی بشم، هر روز نگاه کنم، هر روز هرس بخورم، رو کلامم با بچم اثر میذاشت، رو رفتار اثر میذاشت، وقتی کفش و لباس رو تمیز میکردم ممکن بود پرخاشی، احساس بدی، نگاه بدی ازم بیاد. اونا هیچ کدوم مناسب نیست. اون 1% اگر در قلبم نگه میداشتم، تو رابطه منفجر میشد رفته رفته. دلخوری و ناراحتی و مسائل حل نشده رو در قلب نگه داشتن، انگار که دارم یه انبار اسلحه میسازم، باعث دلخوری های بزرگ میشه و همیشه رابطه رو خراب میکنه. حتی در ازدواج ما باید خیلی مواظب باشیم. دلخوری هایی رو که حل نشده در قلبمون نگه میداریم، رابطه رو مثل اینکه من یه گلدون دارم، هر روز یه قاشق سم بریزم پاش ببینم چی میشه، ریشه رابطه رو از بین میبره. دلخوری های دل رنجیدن های بزرگ، دلخوری های بزرگ، اونی که در دنیای علمی بهش میگن ریزنتمنت، اینا رو باید خیلی مواظب باشیم، برای که اینا دشمن رابطه هستن. در هر سطحی تو زندگی زناشویی که خیلی قوقا میکنن. بنابراین به هر مدلی که شده باید اینا رو پاک کنیم و ازش رد بشیم. به همین دلیل ما میتونیم، اگر اینو انجام دادم، فرض بفرمایید که من 10 روز اینو امتحان کردم، یه شخص دیگه جای من بود میگفت بابا نمیتونم با این راحت باشم. بعد میریم به مرحله سوم. راه حل سومی که میتونیم پیدا کنیم که یه خورده بیشتر کار و زحمت لازم داره، این هستش که از اون تکنیکی که در اون زبان آی مسیج، آی استیتمنت، خود افشاگری، گشودگی دل و فکر با عزیزان، از اون زبان و فرمولی که در جلسه دوم خدمتون عرض کردم میتونیم استفاده بکنیم و یک پیام محکمی بفرستیم، پیام مقابله‌ای و مواجه شدن میشه.
یعنی یک مسئله منو ناراحت میکنه، شما رو میشونم، میگم عزیز من، عشق من، این مسئله است تو قلب من، این خبره، این اتفاق داره میفته، بیا بهش نگاهی بکنیم. ولی با همون فرمولی که در جلسه دوم خدمتتون عرض کردم، این جلسه همیشه من این جمله رو من باید مالکش باشم، باید مال من باشه، باید مسئولیتش رو قبول کنم، بنابراین با من شروع میشه. خلاصه خدمتتون عرض میکنم احساساتی که در این مورد دارم، فرضاً این کفش گلی هی میرین روی موکت یا فرش هی بر میگردین، چه احساساتی دارم؟ احساس میکنم داره به هم توهین میشه، احساس میکنم زیر فشار هستم، احساس میکنم زحمتم زیاد شده، احساس کردم هیچ کی منو نمیبینه، هیچ کس به من گوش نمیده و و و و برای زحمت من کسی ارزش قائل نیست. این لیست بسیار طولانی میشه. احساساتم هر چند تا که دارم اینجا میگم، اینجا چون جمله محکمه و من میخوام یه درد دل کوچیک وارد تصویر بکنم و تغییر ببینم، باید جملم خیلی کامل باشه. دیگه من غذای چینی دوست دارم، گل رز دوست ندارم، کافی نیست. اینجا باید تمام احساسات کامل بشه. دارم با کسی روبرو میکنم، مواجهه میکنم. بعد قسمت اول من بود، بعد لیست احساسات بود، بعد یه دونه دوتا کلمه خیلی کوچیک اتفاقی که افتاده. فرضاً هر روز این گل و آشغال ها و برگای خشک وارد اتاق میشه فرضاً، یا اینکه این اتاق تمیز نمیمونه. قسمت سوم، اثری که این رفتار روی شما، روی رابطمون و روی من داره. یه لیست مفصلی هم از اثرها ذکر میکنیم. این باعث میشه که شما همیشه منو خسته و کلافه و ناراحت میبینید. این باعث میشه که در رابطمون دلخوری ایجاد بشه. این باعث میشه که من همیشه خسته باشم، همیشه ناراحت باشم، از تمیز کردن اینجا ناراحت باشم، از بیرون رفتن و لذت بردن شما تو حیات ناراحت باشم. این لیست حالا من دارم میسازم از خودم. این لیست میتونه هر چیزی باشه که تو قلب من هست. دقت بفرمایید عزیزان، اینجا تو این جمله نبود. تو چی کار کردی، خوبه چی کار بکنی نبود. دستور دادن نبود. راه چاره نبود. چی کار بکن چی کار نکن توش نبود اصلا. من فقط یه جمله ولی خیلی محکم مفصل کامل احساساتم رو گذاشتم روی میز. من این احساس رو میکنم به خاطر این اتفاقی که میفته. چرا؟ و نگرانم که این اثرها رو من و شما و رابطمون داره. یک هنر تحویل این جمله عزیزان این هستش که تو فکرتون، حتی تو دفتر اگر دارین می نویسین، یه نقطه بسیار بسیار بزرگ به سایز حرف نون که می نویسین، یه نقطه بزرگ آخرین جمله بذارین که توجهتون رو بگیره. یک هنر بزرگ تو تحویل دادن این جمله های خود افشاگری و خودگشودگی، جمله های آی مسیج، اینه که من بدونم آخر جمله سه تا قسمت رو تحویل دادم وایسم. ما دیدیم که این در مواقع زیادی، به خصوص افرادی که تازه باهاش تمرین میکنن، با این تو درد سر میفتن، برای خودشون یه چاله میکنن. چجوری؟ وقتی دارن صحبت میکنن، تغییر و تأثیر این جمله درد دل نرم با ادب احترام رو، ولی اگه لازم جدی، تو صورت طرف مقابل میبینن. حتی یه موقع تو حالتی که نشستن، عقب میرن، پایین میرن، جمع میشن، احساس بدی میکنن در مورد این رفتار رو درشون میبینن. تو چشماشون میبینن که داره میره تو سرشون میگرده، داره دنبال راه چاره میگرده. میبینن که همه حرفشون داره به دل میشینه، کسی باهاشون جنگ و دعوایی نمیکنه، کسی اعتراضی نمیکنه، کسی نمیگه نه شما اشتباه میکنین. بنابراین اینی که اثر بسیار بسیار قوی و شدید جمله به این سادگی رو میبینن، بعضی وقتا ایجاد اشکال میکنه و بعد ادامه میدن. خب پس همیشه اینجوریه، پارسالم این کارو کردی، اون یکی چیزم 10 بار گفتم کسی به من گوش نداد، زحمتم این طرفم زیاده، اون طرف چیه، این طرف چیه. تبدیل به درد دل و غر زدن و
شکایت کردن میشه. عزیزان، هر معجزه ای که اون اول با اون سه تا قسمت جمله قشنگتون کردین و اینقدر مؤثر واقع شد، اگر ادامه بدیم از بین میره. درست انگار من زحمت رو کشیدم جمله بی‌نظیر کاملی ساختم، تمام این بار ناراحتی از رو دوش من رفته رو دوش دیگه، همین الان میخواد پاشه یه کاری انجام بده، ولی با ادامه دادنش همه رو ریختم دور، رو همش پا گذاشتم. بنابراین یه هنر بزرگ اینه که آخر این جمله یه نقطه خیلی بزرگ بذاریم در هر مرحله، هم در دو مرحله خیلی ملایمتری که هفته قبل استفاده کردیم موقعی که هیچ کس مسئله نداره، دو مدل خیلی ساده تر از این جمله رو استفاده کردیم، هم برای امروز که این در واقع قوی ترین مدل استفاده از این جمله است و باید بیشتر مواظب باشیم که سه قسمت که تموم شد بایستیم. چی میشه وقتی من جمله رو کامل کامل تمام احساسات تمام اثرها رو میگم و تموم میکنم و وای میسم، اون نقطه رو تو مغزم میبینم و وای میسم؟ اون بار فشار و ناراحتی و نگرانی که رو دوش من بوده از دوش من بلند میشه و میره روی دوش طرف مقابل میشینه. شما این رو تو صورتشون، تو وجودشون، حالت نشستنشون، تو اصلا اینو حس میکنین، انقدر این بارزه و انقدر قوی هست که نمیشه نادیده گرفتش. و وقتی این بار رو دوش طرف نشسته، بدون ای که من توقعی داشته باشم قری بزنم، دستوری بدم، شکایتی بکنم، چون بار رو دوش خودشه و سنگینی رو حس میکنه، خودش میخواد بلنشه در این مورد کاری انجام بده. بنابراین کار من 100 برابر آسان‌تر میشه. برای همین خدمتتون عرض کردم این جمله یه درد دل ساده است ولی خیلی قویه، خیلی. من همیشه پیشنهادم برای عزیزانی که باهاشون تو کلینیک کار میکنم اینه که انقدر این مدل جمله، این مدل صحبت کردن رو تمرین بکنن که اصلا روزی 24 ساعت زبونشون این بشه. در هر موردی شما میرین فروشگاه، با مسئول فروشگاه میخواین حرف بزنین، به بچه تون میخواین بگین فرزن کتاباشو یا اسبابازیاشو از روی میز جمع کنه، میخواین غذا بخوریم، یا چجوری آماده شن که فردا برن بیرون، هر مسئله کوچیک و بزرگی تو زندگی هست همیشه نباید مشکل باشه. روزی صدها جمله با عزیزان، غریبه، آشنا صحبت میکنیم. اگر تمرین بکنیم که همه اونا رو تو این فرمول بذاریم، دیگه برامون اتوماتیک میشه. همونطور که کسی که رانندگی میکنه اول باید حواسش باشه پامو رو گاز بذارم، الان به چراغ رسیدم، زرد شد، قرمز شد، پامو بردارم بذارم رو ترمز. روزهای اول رانندگی خیلی حواس و انرژی میخواد، ولی بعد از یه مدت تمام اینها توی مغز انسان اتوماتیک میشه. شما یه روز ممکنه نیم ساعت رانندگی کنین، تو فکر چیز دیگه باشین، اصلا حواستون نباشه که اون خیابون که خیابون اصلا رد شدین یا رد نشدین، توجه نکردین، ولی فرضاً از خریدی که داشتین میکردین یا از محل کار رسیدین خونه، چجوری رسیدین اصلا یادتون نیست، ولی حتما تمام چراغ قرمزا رو توقف کردین. چرا؟ چون تو مغزتون این اتوماتیک شده. مغزتون صدها تصویر واقعی عکس از چراغ قرمز داره و همیشه یادش هست، برنامه ریزی شده که هر وقت چراغ قرمز بوده شما پاتون رو از گاز برداشتین گذاشتین رو ترمز. این مرکز فرماندهی بدن اینا رو ضبط میکنه، حافظه تشکیل میشه. بنابراین بعد از 5 بار، 10 بار، 20 بار وقتی چراغ قرمز هست، وقتی مغز شما عکس چراغ قرمز رو میبینه چراغ قرمز جلوشه، اتوماتیک فرمان میده پای شما بدون اینکه حواستون باشه از گاز بلند میشه میره روی ترمز. برای همین هست که حتی وقتی حواسمون نیست این علامت ها رو که میبینیم، البته باید توجه کنیم به جاده، این علامت ها رو که میبینیم کار درست رو انجام میدیم. همه چی تو زندگی ما، هر تمرینی میتونه همینجور اتوماتیک بشه برای مغزمون. و اینی که من وقتی میخوام صحبت کنم این 3 مرحله رو انجام بدم، بعد از چند تمرین اتوماتیک اصلا زبونتون میشه این
مثل اینکه یه روز فارسی بلد بودین، امروز یه زبان دیگه هم یاد گرفتین. اتوماتیک به شخصی که اون زبان رو صحبت میکنه میرسین، شروع میکنین اون صحبت رو میکنین. حتی خیلی من دیدم یه موقع یه نفر رو میبینین از ظاهرش مطمئن نیستین ایرانیه یا فرزن انگلیسی زبون هستش، اتوماتیک شروع میکنین انگلیسی حرف زدن، بعد طرف میخنده میگه من فارسی بلدم. یعنی که اتوماتیک میشه همه اینا تو مغز، مغزمون سویچ میکنه. این ور ایرونی میبینیم فارسی حرف میزنیم، انگلیسی زبون میبینیم انگلیسی حرف میزنیم. اینا اتوماتیک میشه، طبیعی میشه. و این زبون رو برای مغزمون طبیعی کردن، اتوماتیک کردن، کمک بسیار بزرگی در زندگی. عزیزان، یک دلیل اینکه من روی این جمله خیلی تکیه میکنم اینه: شما با زحمت بسیار 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 کم نتایج بسیار بسیار بزرگ میبینین و این باعث سلامت خودتون، عزیزانتون و رشد و سلامت رابطتون میشه. ما داریم اینجا با سه تا موجود زنده کار میکنیم. اگر که من مسئله‌ای در زندگی دارم، حالا برمیگردیم به اون چهار مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم، چهار تا راه چاره رو اینجا باهاش کار میکنیم. اگر که سه قسمت این آی مسیج یا جمله های خودافشاگری و گوشودگی رو که برای رشد و سلامت هستن لازم دارین، یک بار دیگه این فرمول رو چندین بار ذکر شده یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم. جمله با من شروع میشه، آی با من، برای همین میگن آی مسیج. بعد یه لیستی از احساساتی که درم بیرون اومده، اینجا ناراحت شدم، زحمت کشیدم، این فرش کثیف شد، دوباره چی شد. بعد یک یا دو کلمه خیلی مختصر اتفاقی که افتاده. اینی که مرتب میرین تو حیات و خاک و گل میاد تو، یا فقط این خاک و گلی که میاد تو، در این قسمت هر یک کلمه که کوتاه کنیم بهتره، برای اینکه وقتتون رو برای لیست احساسات و لیست آثار لازم دارین. وقت اون وسط تلف نکنین. شما میدونین چه اتفاق افتاده، ایشون هم میدونه چه اتفاقی افتاده، وقت رو تلف نکنین. شما حد اکثر بتونین یه دقیقه دو دقیقه وقت داشته باشین با مردم. این یه اشتباه دیگر مصطلحی هست که مردم میکنن، هی غر میزنن راجع به اتفاقی که افتاده. خب هر دو تاتون میدونین چه اتفاقی افتاده، دادگاه نیست که بخواین ثابت کنین. و قسمت سوم میشه لیست آثاری که این اتفاقی که افتاده، اول شما احساساتی که درتون برانگیخته رو گفتین، در آخر جمله اثرهایی که روی طرف مقابل، روی رابطه و روی شما میذاره، این سه تا گروه رو ذکر میفرمایید. عزیزان، وقتی من یک مشکلی دارم، همین مثال حیات رو در نظر بگیرید، فرض بفرمایید یه بار به عزیزانم میگم که اینجا یه موکت گذاشتم، پاتونو اینجا پاک کنین بیرون و درون در، خواهش میکنم دمپایی که بیرون هست رو بپوشین، این خونه رو تمیز نگه میداره، محیط خودتون تمیزتر میمونه. دقت بفرمایید اگر این یک عادت طویل مدت در خانواده من بوده، یا این یه شخص یا این چند نفر این کار رو انجام میدن، با یک دونه گفتن من یک جمله ساده که به همین زبون جمله های خودافشاگری فرموله میشه و بیان میشه، ممکنه دنیا عوض نشه. شما یک چیزی رو که میخواین به بچهتون یاد بدین، بین 50 تا 150 بار باید تکرار کنین تا تو مغزش برنامه ریزی بشه. چیزایی رو که خیلی دوست دارن 5 بار 20 بار هم برنامه ریزی میشه. چیزایی که باید وجودشون تبدیل و تغییری پیدا کنه، 50 تا 150 بار باید تکرار بشه تا اتوماتیک و برنامه ریزی مغز بشه، درست مثل برنامه ریزی کامپیوتر. اینجا هم با یک بار یک جمله کامل خوبه، اگه لازمه جدی ولی با عشق، ادب، احترام گفته بشه، ممکنه تغییری ایجاد نشه. خیلی وقتا دفعه اول نمیشه، ولی میشنون حرف شما رو، بار این ناراحتی رو حس میکنن. معمولا فرضاً اگر هر روز میرن تو حیات، من 3 روز 4 روز صبر میکنم، 3-4 بار به اون اتفاقی که داره میفته مهلت میدم. شاید یه روز از دستشون در رفت، فردا یادشون میاد که دیروز این حرفا با ما زده، حواسم باشه. و
اگر دیدم که ترتیب اثری داده نشد، بعد از 3-4 بار که بهشون مهلت دادم انجام بدن، یک بار دیگه همون جمله رو میفرستم. دوباره اگر دیدم یه روز انجام دادن دوباره ول کردن، یه موقع یه روز اثر سطحی میذاره ولی تغییر اساسی و عمیق نمیشه، باز میتونم برای بار سوم 3-4 بار به این مهلت بدم و جملم رو دوباره بفرستم و باید مواظب باشم که آیا جملم کامل بود؟ آیا تمام احساساتم رو گفتم؟ آیا تمام اثرهایی که رو ایشون رو رابطه و رو من میذاره رو گفتم یا نه؟ شاید جمله من کامل نبوده. حالا اگر فرصت شد در آخر صحبت جمله کامل رو هم راجبی صحبت خواهیم کرد. فرمول همون فرموله ولی مدل هایی هست که میشه جمله رو محکم تر کرد. اگر بعد از 2 تا 3 تا پیام فرستادن دیدم تغییری ایجاد نشد، بعد به راه چاره 4 میرسم که یه خورده کار و زحمتش بیشتره ولی خب راه چاره کاره. میشینیم با هر شخصی که در اون در میانگیر هست، هر چند نفری که در اون مسئله درگیر هستن، مشکل رو به صورت علمی و دقیق حل می کنیم. حل مشکل علمی و دقیق بسیار بسیار آسونه عزیزان، ولی طبیعتاً چون اکثر افراد رو کره زمین فرمول علمی رو یاد نگرفتن، طبیعتاً 3-4 مرحله رو انجام میدن، یکیش نصفه انجام میشه یا یکی دو تا مرحله اصلا انجام نمیشه. وجودن اینجوری یاد گرفتن، اینجوری تمرین کردن. اینه که شاید بد نباشه این فرمول رو یه صحبتی در موردش داشته باشیم. مرحله 4 که حل مشکل هست، من این اسم رو یه خورده کامل کردم برای خودم، برای اینکه یادآوری بکنم، میگم حل مشکل 6 مرحله‌ای که هر دو طرف برنده و موافق بیرون میان. مرحله اول این حل مشکل این هستش که اون مسئله‌ای که احتیاج برآورده نشده‌ای که من دارم یا مسئله‌ای که من رو از عملکرد کاری باز داشته رو اون بالا بنویسیم. اگر بچه هاتون از 4-5 سال بزرگتر هستن و خوندن و نوشتن بلدن، یا اگر با بزرگسالی هستین و مسئله بزرگ هست، خیلی ایدئال اینه که یه دفتری کاغذ چیزی جلوتون بذارین برای اینکه سیستم و قدم های 6 مرحله رو که خدمتون عرض میکنم متوجه میشین که این اگر جلوی چشم باشه چقدر کمک میکنه. و وقتی با بچه های کوچیکتر در طرف هستین، حتی میتونین کاغذ رو بدین دست خودشون، بگین خودشون بنویسن. این خیلی احساس مالکیت بهشون میده. این مسئله مسئله منه، من سهیم هستم، من باید تو حل کردن شرکت بکنم، منو اینقدر اهمیت به هم دادن که دفتر و لیست رو دادن دست من. این خیلی کمک میکنه که همکاری بکنن با شما و برای خودشون هم تمرین خوبیه برای زندگیشون. پس مرحله اول، قدم اول این هستش که یه جمله اون بالا می نویسیم که یک مثال جدید بهتون میدم که از مثالهای قدیم خسته نشین. فرض بفرمایید یه جوونی منزل شما هست، میخواد از دبیرستان، تا حالا شما میبردینش مدرسه و میآوردین، الان داره از دبیرستان میره دانشگاه، دیگه خودش میشینین صحبت میکنین که خب این بنده خدا ماشین لازم داره، یه وسیله ایام و ذهاب لازم داره. این رو بالای لیست مینویسین. دقت بفرمایید که من تو هر مرحله اشتباهایی که دور کره زمین کردن و الان 60 ساله دارن روی این تحقیق میکنن و نتایج رو برمیگردونن، من ظریف کاری هایی که از 60 سال تحقیق اومده رو خدمتتون عرض میکنم که وقتی شما دفعه اول انجام دادین کار تمیز و کامل بیاد بیرون، نتیجه خوب بگیرید. دقت بفرمایید مرحله اول وقتی اون احتیاج رو یا اون مشکل رو مینویسید،
احتیاجات باشه و خواسته ها نباشه. ما احتیاجات بشری رو حل میکنیم که به عنوان مشکل هست رو حل میکنیم. خواسته های بشری رو تا اونجایی که بتونیم بهش میرسیم، ولی همیشه خواسته های ما نمیتونه حل بشه. فرض بفرمایید این بچه شما میاد میگه که خب میخوام برم دانشگاه، خب بشینیم صحبت کنیم که چیکار کنی دیگه، من نمیتونم ببرمت مدرسه و برت گردونم، یا توی شهر و کشور دیگه هستی. ایشون میگه من یه دونه از این ماشینای قشنگ کروکی و کرسی قرمزه که مثلا 250,000 دلاره میخوام. خب این خواسته این بچه است. اگر یه خانواده ای نتونه اینو بخره، شما هرچی همون بالای لیست بنویسین ماشین کرسی 250,000 دلاری، این حل نمیشه. وظیفه من و شما اینه که ببینیم احتیاج پشت این چی هست، احتیاج چیه. یک وسیله ایاب و ذهاب، حتی لازم نیست بنویسیم ماشین میخواد این بچه. این بچه میخواد از محل زندگیش به سر کلاسش برسه، یک وسیله ایاب و ذهاب میخواد، وسیله رفت و آمد میخواد. مرحله دوم از این 6 مرحله حل مشکل، مرحله دوم این هستش که هر کسی که در اون مسئله شرکت داره، فرضاً اگر خانواده میخوان یه تعطیل تابستونی مسافرتی برن، پدر و مادر و بچه ها همه باید نشسته باشن. اگر این دانشجوی عزیز شما میخواد راجع به خریدن ماشین صحبت کنه، پدر و مادر و دانشجو باید نشسته باشن. هر چند نفری که در اون مسئله درگیر هستن باید نشسته باشن، اگر نه راه حل سالم در نمیاد و عملی نمیشه. پس مرحله دوم این هستش که تمام افرادی که در اون مسئله شرکت دارن تشریک مساعی میکنن، فکرشون و راه چاره هایی که به فکرشون میرسه رو تقدیم گروه میکنن و ایدئال اینه که این راه چاره ها همه نوشته بشه، یه خط یه خط یه خط، هر کدوم جدا جدا نوشته بشه. حتی اگر راه چاره یه نفر پیشنهاد میکنه که شما باهاش موافق نیستین، مثلا بچه‌تون یه جوونه شوخ شیطونه، میگه دیشب توی فیلم دیدم رفتن بانک و زدن یه خروار پول برداشتن رفتن یه ماشین خریدن، میگه این راه چاره رو میخوای پیشنهاد کنی؟ میگه آره. مینویسین. حتی اگر یه چیزی میگه که شما اصلا موافق نیستین، بنویسین. این به نتیجه کار خیلی کمک میکنه. ممکنه بچه کوچیک باشه یه چیزی بگه که عملی نباشه، یه چیزی بشه که توانشو نداشته باشین، یه چیزی بگه از سرزمین رویاها باشه. ممکنه این راه حل بدن که شما دوست نداشته باشین، مثلا بگه بریم از عمو فلانی پول قرض بکنیم ماشین بخریم. شما ممکنه به هر دلیلی راحت نباشین که از اون عموی خاص پول قرض بکنین، ولی راه چاره رو مینویسین. وقتی با بچه ها و کوچیکترها داریم این حل مشکل رو انجام میدیم، ایدئال اینه که اجازه بدیم اونا اول صحبت کنن. هرچی که راه حل های اول از بچه ها بیاد بیرون، نتیجه محکمتر و بهتر در میاد. بنابراین اگر میتونن بنویسن، میدیم خودشون بنویسن و حتما حتی اگر نمیتونن بنویسن، راه حل اول رو از اونا میگیریم. اونا 2 تا 3 تا 5 تا راه چاره پیشنهاد میکنن، دنبال یه جواب عالی کامل عملی هم نمیگردیم. میگیم هر چی به فکر هر کی میرسه بگه. هدف اینه. وقتی بچه ها گفتن، بعد نوبت بزرگترها میشه، یا اگر 2 نفر هستین اول طرف مقابل صحبت کنه بعد شما. پس مرحله دوم یه لیستی از راه چاره هایی که امکان داره رو میذاریم. مرحله سوم این هستش که یه بررسی روی این راه چاره هایی که نوشته شده انجام میدیم. این بررسی چی هست؟ نگاه میکنیم اون راه چاره ها یا قسمتی از راه چاره که همه باهاش موافقن رو نگه میداریم. اگر یه راه چاره یا نصف یه جمله باشه که همه اونایی که نشستن باهاش موافق نباشن، اون رو خط میزنیم. مثلا بچه‌تون گفته بریم بانک، بانکو بزنیم با یه کیسه پول بریم ماشین بخریم.
شما ممکنه با بانک رفتن مسئله نداشته باشید، با دزدیدن پول مسئله دارید. پس قسمت اول جمله رو نگه میداریم، قسمت دوم رو خط میزنیم و نصف راه حل ها ممکنه به درد بخوره. میگه بریم از عموی دومی عموی سومی پول قرض کنیم. شما ممکنه با اینکه پولی قرض کنین برای بچهتون ماشینی بگیرین مسئله نداشته باشین، ولی از اون عموی خاص نخواین بگیرین، بنابراین نصف جمله رو خط میزنین، نصفش رو نگه میدارین. دقت بفرمایین اون نصفه ها یا اون راه حلای کاملی که نگه میدارید، همه اونا که نشستن باید باهاش موافق باشن. اگر یه نفر موافق نیست اون رو خط میزنید. وارد مرحله چهارم میشه، انتخاب راه چاره. از اون راه چاره ها، راه حل های کامل، جمله های کاملی که نگه داشتید یا نصفه های نصف جمله هایی که نگه داشتید، مثلا یکی پول قرض بکنیم، یکی بریم بانک، یکی چی چی، یکی ممکنه بگه خب با همسایه‌مون که همون مدرسه میره با هم دیگه بریم، یکی میتونه بگه نزدیک برات یه دوچرخه میگیریم، یکی دیگه میتونه بگه با اتوبوس شهری میتونی بریم. میتونه 20 تا راه حل برای این باشه. تمام اونایی که نگه داشتین روش یه بررسی میکنین و در مرحله چهارم انتخاب میکنین. چجوری انتخاب میکنین؟ یکی از اون راه حل ها یا دو سه تا ترکیبی از اون نصفه هایی که نگه داشتید میتونه یه راه چاره کامل باشه. اگر دو تا سه تا راه چاره پیدا کردید، راه حل پیدا کردید، اونی که آسونتره، سریعتره و بی زحمتتر اتفاق میفته یا همه بیشتر دوست دارن، اونو انتخاب بکنید. زندگی نباید سخت باشه. هرچی که راه چاره راحتتر باشه و زودتر عملی بشه، بی زحمتتر انجام بشه، طبیعتا همه شادتر هستن. پس راه چاره رو انتخاب کردیم. بعد باید مرحله پنجم میشه عملی کردن این راه چاره. یعنی کی در چه موقعی چه کاری انجام بده که این راه چاره اتفاق بیفته. فرضاً کی بره اگر میخوایم ماشین بخریم، کی بره دنبال ماشین بگرده؟ اگر میخوای با اتوبوس شهری بری مدرسه، چجوری ترتیب بدیم کی بره بلیت ماهانه بخره که برات راحت باشه، کدوم ایستگاه باری چی چی باشه که راحت به مدرسه برسی. اگر میخوایم بریم با بانک صحبت کنیم یا میخوایم پولی قرض بکنیم، کی بره جستجو بکنه کجا به اصطلاح وامی که بهتر هست رو پیدا بکنه. میشه یه برنامه ریزی برای عمل، یه برنامه ریزی خیلی سیستماتیک دقیق برای اون تصمیمی که گرفته شده. چه شخصی کی چی کار انجام بده که این عمل بشه و اینو تقسیم میکنیم. فرضاً اگه میخواین ماشین بخرین، که دنبال ماشین بگرده. اگر یه آشنایی دارین که باهاش میخواین مشورت کنین، که با اون آشنا مشورت کنه. پولو چه جوری جور بکنیم، کی حسابا رو یه نگاه بکنه، کی دنبال وام بگرده. سه چهار نفر افراد خونه هر کدوم میتونن یه کار رو انجام بدن. و اگر با بچه ها و جوان ها در میون هستین، سر کار دارین، خود اونا اگر سهمی در این داشته باشن بسیار مفیده براشون، برای که قابلیت درشون ساخته میشه، پروبال در میارن تو زندگی، خرید بعدی و تصمیم گیری بعدی براشون خیلی راحت تر میشه. پس یه برنامه عملکرد سیستماتیک دقیق هم داریم، چون همه موافقت کردن، کسی هم به کسی زور نگفته، همه راحتن، همه راضین، همه راه چاره رو دوست دارن چون پیشنهاد خودشون بوده و بلند میشن و عمل میکنن فردا. مرحله ششم، مروری بر نتایج این کار هستش که خیلی واجبه. ممکنه یک دقیقه بیشتر وقت نگیره ولی خیلی واجب هستش. ما به این راه حلی که پیدا کردیم سه چهار تا فرصت میدیم که انجام بشه و جا بیفته. فرضاً اگر بانک اول رفتیم، دیدیم اونی که مطابق میل اون هست رو بهمون نمیدن، میریم بانک دوم، میریم بانک سوم. اگر چهار جا دنبال ماشین گشتیم پیدا نکردیم، میریم یه جای پنجم دنبال ماشین میگردیم. بنابراین به راه چاره هایی که پیدا کردیم، قسمت های مختلف راه حلمون، سه چهار تا موقعیت میدیم که عملی بشه، پیاده بشه و انجام بشه.
اولین جایی که نشنیدیم ول نمی کنیم. و این برای بچه هامون هم درس زندگی بسیار خوبیه که یاد بگیرن. برای قوی شدن خانواده این تمرین خیلی خوبی هستش. و چجوری ما این نتایج رو مرور میکنیم؟ نگاه میکنیم به بالای اون صفحه احتیاجی که روی خط اول در مرحله اول نوشتیم. حالا که به اینجا رسیدیم آیا اون احتیاج برآورده شده یا نشده؟ البته این رو هم دقت بفرمایید. خدمتتون عرض کردم ما احتیاجات رو حل میکنیم نه خواسته ها رو. ولی در حل احتیاجات تا اونجایی که بشه به خواسته ها هم توجه میکنیم. مثلا اگر بچه‌تون ماشین آبی دوست داره، اون ماشینی که میتونیم توانش رو داریم میخریم، ولی خب رنگ آبی رو انتخاب میکنیم. اگر سایز ماشین کوچیک مدل این ماشین مسابقه یا دوست داره، یا ماشین بزرگی که یه خورده بیشتر حالت کشتی داره دوست داره، خب در سطح بودجمون اون رنگی، اون سایزی، اون شکلی که ایشون دوست داره رو میخریم که تو ماشینی که تونستیم بخریم بشینه، ولی عشقش رو بکنه، دوست داشته باشه، لذت ببره. اینه که در حالی که داریم احتیاجات رو حل می کنیم و بهش رسیدگی می کنیم، تا آنجا که عملی باشه به خواسته ها هم رسیدگی می کنیم. چرا که نه، این زندگی رو قشنگ تر می کنه. پس بعد از 3-4 فرصتی که به راه حل دادیم برمی گردیم نتایج رو نگاه می کنیم. آیا اون مسئله حل شد یا نشد؟ احتیاجمون هم اونی هست که در روی خط اول نوشتیم. عزیزان، یک مسئله رو با اجازتون ما این 4 قسمت این مرحله سوم که اگر من مشکلی داشته باشم باهاش چی کار میکنم رو صحبت کردیم و تموم شد. یک نکته ظریف جانبی که از تجربیات چند دهه دور دنیا اومده بیرون رو خدمتون عرض میکنم. ما در دنیای قرن 21 هنوز متوجه شدیم که بیشتر از 80% کنترل سالمی که روی زندگی داریم و راه چاره هایی که داریم و حق انتخاب هایی که داریم رو هنوز یاد نگرفتیم که ببینیم. یاد نگرفتیم. همونطور که قبل از جنگ جهانی دوم ما زبان احساسات و بشینم با عزیزان و همسرم راجع به احساساتم حرف بزنم، یا به کسی بگم دوست دارم، یا اگر ناراحتی داشتم احساساتم رو بیان کنم، یا اینکه بشینم صحبت‌های باهوش خوب موفق پرمنفعت راجع به مسائل مهم دنیا داشته باشم، اینها وجود نداشت. این یه زبونی بود که ما بعد از جنگ جهانی دوم یاد گرفتیم. ما هنوز به عنوان بشر داریم قسمت‌های مختلف قلب و روح و مغزمون رو باز می‌کنیم، استعدادهای بیشتری رو پرورش میدیم و یاد می‌گیریم. یه کاری که باید انجام بدیم و امروز بیشتر و بیشتر داریم بهش می‌رسیم اینه که هر وقت تو زندگی به تنگنایی گیر کردیم، مشکلی داشتیم، چند تا نفس عمیق بکشیم. این البته علمیه، اینو فقط برای آرامش نمیگم، و به خودمون یادآوری کنیم که من اقلن 80% راه حل، حق انتخاب هایی رو که در این مورد این مشکل دارم رو هنوز یاد نگرفتم، بعد ببینم. پس با یه ذره بین تو زندگی دنبالش بگردم و به اینها کنترل سالم میگن. کنترل سالم در زندگی اون هستش که عملی انجام بدم که نتیجهش برای من، برای طرف مقابل و زندگی بهتر بشه. این نیست که به نفع یکی و به ضرر کسی باشه، اون کنترل ناسالمه. کنترل سالم نتیجهش برای همه مثبت هست. اینه که با یه ذره بین تو زندگی دنبال کنترل سالم بگردیم، هر قدم کوچیکی که زندگی رو بهبود ببخشه. و این که به خودمون یادآوری بکنیم که من خیلی بیشتر از اینی که به فکرم رسیده و تا حالا تجربه کردم کنترل سالم و راه چاره تو زندگی دارم و حق انتخاب دارم، این خودش آرامش خاطر میده، امید میده و کمک میکنه که این لیست راهحلهایی که ما پیدا میکنیم به 2 تا و 3 تا ختم نشه، به نمیدونم ختم نشه. یه جمله نه بگیم خب دیگه چیکار میتونیم بکنیم، بچه میخواد بره مدرسه ماشین لازم داره، همین
منم عاجزم و نمیدونم و بلد نیستم و پولم ندارم بخرم. احساس میکنیم تو زندگی تو چاله افتادیم. ولی وقتی این کنترل سالم و حق انتخاب ها رو ببینیم، انگار که در دنیا به روی ما باز شده. این یک تمرینی هست که خوبه در تمام مراحل زندگیمون انجام بدیم که زندگی راحت تر و سالم تر بشه. خیلی متشکرم از توجهی که به برنامه امروز داشتین و در برنامه بعد قسمت بعدی این صحبت رو، قسمت چهارمش رو ادامه خواهیم داد و صحبت رو کامل میکنیم. با توجه از همه شما عزیزان و Bridge to Success، پلی به موفقیت، این مؤسسه عزیز بی‌نظیر جهانی، همگیتون رو به خدای بزرگ می سپارم.